شمار قربانیان کرونا در جهان از مرز 280 هزار تن گذشت. عفو بین الملل رژیم بشار اسد و روسیه را به جنایت جنگی در ادلب متهم کرد. مجلس ایران طرح نظارت و عزل حقوقدانان شورای نگهبان را تصویب کرد. منابع رسمی ایران شلیک از سوی ناو جنگی جماران به سوی ناوچه کنارک و انهدام آن که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها نیروی نظامی شد را یک حادثه نامیدند. تظاهر کنندگان در هرات: غرق کردن مهاجرین افغان توسط مرزبانان ایرانی جنایت ضد بشری است. شیوع کرونا در خوزستان به مرحله بحرانی رسید. اهواز و 8 شهر دیگر تعطیل و آبادان قرنطینه شد. منزل مسکونی فاطمه مصنا و حسن صادقی، زوج زندانی سیاسی، از سوی ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. علوی نماینده مجلس: پروازهای عبوری از آسمان ایران از 900 به 200 پرواز در روز تقلیل یافته است. علی مطهری: برای ما اسلام اصالت دارد نه انقلاب. نامه صادق زیبا کلام به محمد خاتمی: سخنرانی یک ساعته شنبه شبتان را شنیدم اما ناامیدتر از قبل شدم. روزنامه کیهان در مقاله‌ای که به محمد خاتمی اختصاص دارد از قول آیت الله ابوالقاسم خزعلی نوشت: روح الله خاتمی پسرش محمد خاتمی را غرب زده می دانست. مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی: رحمانی فضلی مسئول کشتار آبان نبود، او از دستور روحانی اطاعت کرد.